سلام، درس 8 رو با هم شروع میکنیم با عنوان Conversations 1 Greetings and Wishes. خب این درس و درس بعدی در رابطه با مکالمه های روزمره یه سری موارد ابتدایی رو میگه. این درس اولشه که در رابطه با Greetings، یعنی همون چاق سلامتی و احوال پرسی و اینا، و هم Wishes. Wishes مال اون زمانیه که خداحافظی میکنید با یه نفر و مثلا بهش میگید موفق باشی، چه میدونم بعدا میبینمت و از این موارد. خب بخش اول، every day، هر روز. خب سه تا از ساعت‌های شبانه روز رو گذاشته. good morning، وقتی صبح میتونید good morning بگید، صبح بخیر بگید به دیگران. عصر، بعد از ظهر در واقع، good afternoon، و عصر، good evening. چند تا نکته در رابطه با اینا. یکی این که این کلمات به جای سلام هم به کار میرن، یعنی شما به جای این که به یه نفر بگید hello و یا های، میتونید بگید good morning، good afternoon، good evening. یه وقتایی هم میتونید این گودش رو نگید، حالت این فرمال پیدا میکنه، morning، afternoon، evening، به این حالت معنی سلام میده. و دیگه نکته‌ای که هست، وقتی که اینو میگید دیگه لازم نیست باش کلمات دیگه ای به عنوان سلام بیارید، یعنی hello، good morning دیگه معنی نمیده، یکیشو میگید. حالا ما میدونم تو فارسی ما یه سلام صبح بخیر میگیم بلا، ولی تو انگلیسی معنی نمیده، دوتاش معنی سلام میده و شما وقتی اینو بگید میشه سلام سلام، یه همچین حالتی و بی معنی. نکته ای که هست، good morning، good afternoon و good evening میتونن به عنوان سلام به کار برن، اما نه good night. good night جزء این دسته قرار نمیگیره، این اشتباه رو نکنید. خب توی اینجا هم یه مکالمه خیلی کوچیک میمونیم. طرف میگه که how are you، حالت چطوره، how are you، و اون جواب میده که fine thanks and you، خوبم ممنون، تو چطور؟ اگه دقت کرده باشین اینجا صدای j اومد، and you قبلا در اتو assimilation توضیح دادم، اینم یکی دیگه از قوانینشه، البته اینو گفته بودم ولی اینجا به دی ختم شده، حرف بعدی و صدای یه هست، یعنی با حرف وای یا صدای یو بعضی وقتا، و اون د میتونه تبدیل به ج بشه، and you. و در نهایت هم جواب داده که not too bad، thanks، بد نیستم، ممنون. بیم پایین تر، میگه when we leave someone we usually say goodbye and also perhaps see you soon. میگه وقتی داریم یه نفر ترک میکنیم، داریم از یه جایی میریم، میتونیم بگیم goodbye، خدا نگهدار، یا اون گودش هم میتونیم حذف کنیم، بگیم bye، و یا میتونیم بگیم see you soon. see you soon بعدم میبینمت، که اتفاقا گفته see you soon is quite informal، خیلی صمیمی و دوستانه است، informal. When someone goes to bed، وقتی یه نفر میره بخوابه، we usually say good night، میگیم شب بخیر. we sometimes also say sleep well، یه وقتایی هم میتونیم بگیم sleep well، خوب بخوابی. گزینه بعدی، یعنی در واقع جمله بعدی، همون حرفیه که من اون بالا هم در رابطه با good morning، good afternoon و good evening زدم. میگه don't say good night when you arrive somewhere، only when you leave. وقتی یه جایی میایید نمیگید good night، مثل اون ستای دیگه، یعنی حکم سلام کردن نداره، فقط حکم خداحافظی یا شب بخیر. به دو حالت استفاده میشه دیگه. فرض کنید مثلا با دوستاتون رفتید یه پابی، رستوران جایی، و دارید ازشون خداحافظی میکنید، اونجا میتونید بگید good night به معنی خداحافظ. یه وقتی هم هست که میخواید برید بخوابید، به جای شب بخیر میگید good night، هر دوتاش جواب میده اما معنی سلام نیست. خلاصه if you ask for something you usually say please. خب اینو دیگه همتون بلدین، please گفتن رو، فقط overuse‌اش نکنید دیگه، زیاد که میگید دیگه یه حالت بد میشه، هی اول و آخر جمله please please زیاد نذارید. if someone does something nice for you، اگه یه نفر یه کار خوبی براتون بکنه، you say thank you or cheers. thank you و یا cheers. cheers خیلی بریتیشه و کلمه یه که همه جور معنی میده، یعنی جای سلام میتونید استفاده کنید، جای خداحافظ میتونید استفاده کنید، جای تشکر میتونید استفاده کنید، برای سلامتی دادن میشه استفاده کنید، خیلی کاربرد داره این کلمه. توی تصویر هم میبینید قهوه خانم رو تحویل داده و ایشون هم گفته چیز. excuse me، این excuse me به معنی معذرت میخوام در واقع یه جور جلب توجهه، مثلا میخواید توجه یه نفر جلب کنید و بعد ازش یه سوال بپرسید، میگید excuse me.
مثلا will you excuse me for a minute، وقتی میخواید مثلا از کلاس برید بیرون. اینم یکی از چیزایی بود که سر کلاس خیلی پیش میاد. Can I go to the bathroom؟ نه، این سوال نمیپرسیم. مثلا اگه یه نفر میخواد بره بیرون، Can I go؟ Will you excuse me for a minute؟ اجازه میدید یه لحظه مثلا من خارج بشم از کلاس؟ و از این موارد. Sorry. Sorry خب ابراز تأسفه. مثلا یه اشتباهی کردین، یه چیزی رو میریزید، میخورید به یکی، یه همچه حالت. و در نهایت میبینید که بچه عطسه کرده، مادرش بهش میگه Bless you. این هم یه چیزیه که خب در جواب عطسه کردن، مثل ما که مثلا میگیم عافیت باشه، حتی خب قدیمیه تو فارسی، هم ما دیگه کمتر میگیم. در انگلیسی هم میتونید بگید Bless you. دقت کرده باشید صدای ش داره میاد این وسط، میگم Bless you. یکی دیگه از اون قوانین assimilation، اگر کلمه ای به صدای سه ختم بشه که میتونه حرف سی باشه، میتونه حرف اس باشه، معمولا البته اس، و کلمه بعدی با صدای یه که میتونه حرف وای باشه یا صدای یو، تبدیل به صدای ش میشه اون اس، میتونه بشه، یعنی اجباری توش نیست. Bless you. مثلا فرض کنید دارید عکساتون رو به دوستتون نشون میدید و عکس بچگیتون رو میبینه، میگه Oh, is this you? Is this you? Is this you? ولی اینجا چون سه خورده به صدای یه میشه Is this you? یه نکته ای که هست، اگر این صدای، اگر این حرف S در کلمه بیفته و صدای Z بده، با همین شرایط اون وقت تبدیل میشه به صدای ژ. حالا جلوتر اگه مثالشو داشته باشیم تو درس بعدی اینو میگم. بریم بخش بعدی، special days، روزهای ویژه یا روزهای خاصی که در تقویم و موارد. When، چه زمانی؟ you say، چی بگیم؟ It's someone's birthday، تولد یه نفره، میگیم happy birthday. It's Christmas. و نه Christmas، Christmas. دقت کنید حرف شوا داره اینجا، صدای شوا داره. Christmas. خب Christmas هم میگیم که Happy Christmas و یا Merry Christmas. Happy Christmas بیشتر در انگلیسی بریتیش استفاده میشه، اما یواش یواش دیگه اونم داره جاشو به این Merry Christmas میده. بعدی It's New Year's Day. روزه سال نوه، یا اون چیزی که ما تو فارسی میگیم سال تحویله، میگید Happy New Year، عید یا سال جدید مبارک، ما تو فارسی حالا عیدت مبارک میگیم. بعدی میگه که Someone is doing something difficult، یعنی نفر رفته یک کار سختی بکنه. برای مثال Taking an exam or having an interview for a job، امتحان بده یا یک مصاحبه کاری داره. این دوتا رو میبینید که من هایلایت کردم، یعنی دوتا کالیکیشن خوبن. این بالا هم براتون نوشتم To have an interview، یعنی یک مصاحبه داشتن. حالا این تو پرانتزیه میتونه تغییر کنه، For something، اون for something چیه؟ مثلا for a job. خب این یک کالیکیشن. و دومی To take an exam، امتحان دادن، To take an exam. و خب وقتی یه نفر این کارو میکنه برای اینکه براش آرزوی موفقیت کنیم، میگیم Good luck. و آخری میگه که Someone has done something special، یه نفر یه کار خاصی انجام داده. برای مثال Done well in an exam، امتحانشو عالی انجام داده. او had a baby، و یا بچه دار شده. در اینجا موارد بهش میگیم Congratulations. Congratulations، اون اس آخرش حتما باید باشه. و یا Well done. Well done، همون باریکلا و آفرین و این چیزهایی که ما در فارسی میگیم. خب پس اینا رو در نظر داشته باشید که هر جا چه چیزی بگید. یه سوالی هم از همیشه میپرسن، مثلا کلاس تموم میشه به استادمون چی بگیم؟ هیچی نمیخواد بگید واقعا، اصلا این چیز مرسومی نیست، هیچ چیزی نیست، خدا تشکر میکنید، خداحافظی و سلام. بخش آخر Common Mistakes میگه که When it's someone's birthday we say happy birthday. وقتی تولد یکیه بهش نمیگیم congratulations، میگیم happy birthday. congratulations مال یک achievement، مال یک دستاوردیه. طرف که به دنیا اومده دستاورد که به جا به حساب نمیاد، اومده دیگه، دست خودش که نبود. و
بس اینا رو میگیم. اینکه این مسئله مهمی، البته بذارید من الان که به ذهنم رسید بگم، به این میگیم رجیستر. اینکه یک کلمه رو کجا استفاده کنیم رو بهش میگیم رجیستر. تو فارسی هم اصطلاحش رو داریم دیگه، رجیستر میگیم تو فارسی معمولا. یعنی البته اصطلاحی که در خیلی از علوم داریم، مثلا در موسیقی هم رجیستر داریم، در ادبیات هم رجیستر داریم، در ترجمه به خصوص خیلی مهمه. رجیستر یعنی، یا رجیستر اینجا داریم، اینکه کلمه ای رو کجا استفاده، به جا استفاده کردن یک کلمه، عبارت و اینها رجیستره، که خب خودش احتیاج به مطالعه و یادگیری داره. فراموش نکنید که تمرین ها رو انجام بدید و چک کنید. اگر سوالی بود تو کامنت ها بپرسید، اگر بلد باشم قطعا جواب میدم. تا بعد.